میکنن که اگر بچه رو بترسونن با این ترسی که برای بچه به وجود آوردن دارن اون رو تربیت صحیح میکنن. یک. دو، این مواردی که چه با دختر چه با پسر، میدونین که فرهنگ بچه بازی یک فرهنگیه که در ایران در تمام اشعار نوشته شده و چیزیه که سالیان سال مرسوم بوده. در نتیجه بچه بازی رو معمولا البته به یک مرد بزرگ با یک بچه کوچیک پسر میگفتن، که با این حال به خاطر اینکه در این فرهنگ مرسوم بوده و خب بسیار زیادم جوک و لطیفه راجبش میسازن، اشعار بسیار زیادی ما راجب این مسئله داریم، با این حال به حالت وقتی هم صحبت راجبش میشه اشخاص به حالت همون لطیفه و خنده راجب صحبت میکنن و اصلا متوجه نیستن که چه فشار و چه حادثه‌ای و چه تراما و آزار و اذیت روحی برای بچه به وجود میاد. برای دخترها کمتر راجبش صحبت میشه، ولی آمار برای دخترها هم در ایران خیلی خیلی زیاده و راجب اون هم باز فکر نمی کنن که چقدر این مسئله میتونه که آزار زیادی داشته باشه. آزاری رو که روابط جنسی و روابط کتک زدن از پدر و مادر یا از کسانی که این میشناسه برای بچه هستن، مقدار صدمه‌ای که به کل شخصیت این بچه میزنه تا به بزرگسالی میرسه و کلن زندگیش رو میسازه، خیلی خیلی فاحش‌تر، عمیق‌تر و بزرگتر از اینه که یک حادثه زلزله یا یک حادثه ناگواری گهگداری یه جا اتفاق بیفته. و این رو میخواستم که فقط در آخر برنامه شما رو در حقیقت با این مسئله بگذارم، ولی یه مسئله مهمیه که خب برطورت ما باید ساعتها و ساعتها راجع به این مسئله صحبت بکنیم. اذیت و آزار خواهر و برادر رو با هم دیگه توی خونه، اونو به هیچ عنوان کوچیک نگیرین و فکر نکنین خب خواهر و برادران دعوا میکنن، اونایی که ضعیفترن این رو به عنوان یک تراما، یک حادثه ناگوار که هر روز داره براشون اتفاق میفته بهش نگاه میکنن و شخصیتشون با اون ابیوز، با اون آزار و اذیت روانی بدنی بزرگ میشن و واقعا باید جلویش ایستاد و به هیچ عنوان اجازه نداد که چه توی خونه چه توی مدرسه بچه ها بتونن یکی قلدرتر از دیگری حکم فرما بکنه و دیگری رو واقعا کوچیک کنه و آزار و اذیت بده. و در نتیجه وقتی که نگاه میکنین، همونطور که شما قسمت فیزیولوژی و جسمانیش رو داشتین مطرح میکردین، هر آزاری، این رو مشخص شده که هر آزاری وقتی که یک بار یا دو بار اتفاق بیفته در زندگی، اون بدن، اون روحیه میتونه برگرده و خودش رو دوباره بسازه. ولی زمانی که یک سری آزار و اذیت ها مکررن داره اتفاق میفته، کل ساختار شیمیایی بدن رو عوض میکنه و ممکنه هیچ وقت نتونه که به حالت طبیعیش برگرده. اگر سنین اون کودک کمتر باشه و جوانتر باشه، زمانی که یک سری حادثه ها مکررن داره اتفاق میفته، مشخصا دوباره فعل و انفعالات شیمیایی مغز رو تغییر میده و ممکنه این بچه هیچ وقت فعل و انفعالات شیمیاییش به حالت طبیعی برنگرده. و با تغییر دادن فعل و انفعالات شیمیایی مغز، یعنی اینی که حتما اختلال های روانی هم در کنارش خواهد بود، مثل استراب های خیلی شدید، حمله های استراب خیلی شدید، وسواس های خیلی شدید که داره به وجود میاد، افسردگی و یا افسردگی دو قطبی، همه و همه میتونه که برای یک شخصی، برای یک کودکی که توی آزار در محیطی هست که مکررن داره آزار میبینه به وجود بیاد و همونطور گفتم جزوی از ساختار شخصیتی اون کودک باشه. در نتیجه مهمه که آگاه باشید به اینی که چطور وقایع اطراف و طریقی که شما به عنوان یک پدر و مادر با اون آزار و اذیت ها دارین انعکاس میدین، با اونها دارین روبرو میشین، اونها رو دفع میکنید و یا اینی که با اونها مدارا میکنید، ازشون رد میشید، بسیار بسیار شخصیت کودک شما رو در حقیقت میسازه. و اینی که حداقل شاید کنترلی نداشته باشید روی آزار و اذیتی که از
خارج به وجود بیاد برای شما، ولی حداقل این کنترل رو دارید که خودتون دستی دستی این آزار و اذیت رو به فرزندانتون ندید. حداقل این رو آگاه باشید، باز خیلی کمک میکنه. مرسی از اینی که با ما بودید، مرسی از اینی که مبحث بسیار بسیار عالی رو باز کردید. برای دوستانی که مایل هستن با خود خانم برخورداری یا من یا بقیه روانشناسانی که در کانون پرورش روان داریم صحبت بکنید، حتی از قسمت‌های مختلف دنیا اگر مایلید که حالت مربی زندگی یا مشاوره داشته باشید، در اختیارتون خواهیم بود در شماره تلفنی که می‌بینید 818-609-9989. و اگر که در قسمت لس آنجلس هستید که به 3 دفاتر ما در تارزانا، وست لس آنجلس و گلندل به زبان‌های فارسی، ارمنی و عبری و روسی و بقیه هم که شما به هر صورت کسانی نیستید که اونها رو احتیاج داشته باشید، میتونید که در تماس باشید و با هر بودجه‌ای در هر شرایطی کانون پرورش روان در اختیار شما خواهد بود. برای دوستانی که بیشتر مایل هستید که برای ما ایمیلی بفرستید تا بتونیم همونطور که امروز انجام دادیم مباحثی رو که میدونیم برای شما مهم هست رو بیاریم، راجبش آخرین تحقیقات رو نگاه بکنیم و برای شما بیاریم، رو ایمیل من در خدمتتون هست و لطف کنید و حتما اون ایمیل ها رو بفرستید. مرسی از اینکه با ما بودید. روز و شبتون خوش. خدا نگهدار.